به نام خداوند واحد و بی امتا، ما استاد نظر زلمه هستم. بعد از احترامات و سلام های گران ارج خود را برای همه دوستان تقدیم نموده و شما متوجه باشین که امروز در باره قضیه فیثاغورس ما میخوایم که به شما تشریح بدم و شما طرف تخته متوجه شد. خب قضیه فیثاغورس مثلث قائم زاویه را در نظر میگیریم. این یک مثلث است که می زاویش قائم است و ضلع مقابل قائمه را وتر میگه، یعنی سی وتر است. از لای که در پولوی زاویه قائم است، از لای قائم است که تنا ای زل قائم، ای زل قائم. فیثاغورس چی میگه؟ فرمول وتر مربع مساوی بشه به زل قائم مربع جمع زل قائم مربع. پس ایناله، یعنی سی مربع مساوی میشه با ای مربع جمع بی مربع. ایه فیثاغورس قضیهش است و ایره ثابت کرده. بیا میریم با همین چیزی که گفته همینجا با هیچ شکل دیگه ببینیم که صدق میکنه یا نمیکنه. همین مثلث اینجا رسم کردیم، همین مثلث اینجا رسم کردیم و A اینجاست و C اینجاست و B اینجاست. در اینجا نوشته کردیم که توجه مربع های بازلای A و B و C را رسم میکنیم، یعنی مربع A را رسم میکنیم، رسم کردم از زل A را مربعش رسم کردم، از زل B را مربعش رسم کردم و از زل سی را مربعش رسم کردم. بعد از او ای را به مربعات مساوی تقسیم کردم. در اینجا یک دو سه، سه سه نو مربع است. در اینجا چار، یک دو سه چار، چار چار شانزده مربع است. و اینال ای دو تا را که جمع کنم نو شانزده بیست پنج میشه و سعی کنید که یک دو سه چار پنج، یک دو سه چار پنج، پنج پنج بیست پنج. در فرمول سی مربع مساوی با ای مربع جمع چی؟ بی مربع. قضیه فیثاغورس ببینید که صدق کرد. خب قضیه فیثاغورس مثلث قائم زاویه را در نظر میگیریم. مثلث قائم زاویه عبارت از A C B یا A B C. خب این زاویش قائم است، پس مقابلش وتر C و دو پولی زاویه قائمه، از لای قائم است که زل قائم است، ایزل قائم بیست. فیثاغورس چی میگه؟ یک فرمول پیدا کرده که وتر مربع مساوی با مجموع مربعات اصلای قائم، وتر مربع مساوی با زل قائم مربع جمع زل قائم مربع. وتر چی است؟ سی، سی مربع جمع زل قائم ایست. اول ای را میگرم، ای مربع جمع چی؟ بی مربع، این بی مربع. خب همین مثلث قائم زاویه را در این قسمت ما انتقال میدیم یا رسم میکنیم. اینال زل ای را مربعش تکمیل میکنیم و زل بی را مربعش تکمیل میکنیم و زل سی را مربعش تکمیل میکنیم و در اینجا 100% سی مربع مساوی با ای مربع جمع بی مربع میگردد.
Yani si muraba musavi be e muraba cama bi muraba ki incon bud kazi fisa sabit şuda ve peşter şuma da şakli ki yarama ba muraba taksim kada bana musavi bud. Binindegane aziz ve gran aç. Baz kazi fisa olursa mebeni. Musalas kaim zaviye. این مثلث قائم زاویه این زاویه قائم است مقابلش وتر و این از ضلع قائم است در پولی قائم است یکی شیسته که بیش فرمول قضیه فیثاغورس چیز وتر مربع مساوی با ضلع قائم مربع جمع ضلع قائم مربع یا وتر مربع مساوی با مجموع اضلاع مربع اضلاع قائم خب این ضلع چیست سی سی مربع زل قائم نوبت ای اول مربع جمع بی مربع در اینجا نوشته کردیم که امی ای و بی و سی را ما مربعاش تکمیل میکنیم اینال براسانی گفت امی شکل اینجا میبرم امی مثلث را اینجا که بردم زاوی قائم سی اینال متوجه شدن که ای زل ایست اینال ای چار است چار چار شانزده زل بی سی است سی سی نو و زل سی پنج است پنج پنج بیست و پنج خب اینال ما نور اگر جمع شانزده کنیم بیست و پنج میشه و نظر به اعداد ای چار است پر چار که مربع شود شانزده ای سی است که مربع شود نو اینال یا را به مربع های مساوی تبدیل کرده اینال ای دوتا را که جمع کنیم مربعات شد او که پنج است پنج پنج بیست پنج و شانزده و نو هم بیست پنج می شود دوستان عزیز و علم دوست سعی کنید که خوبتر آشنایی پیدا کنید با قضیه فیثاغورس که مثلث قائم زاویه را در نظر میگیریم این زاویه قائمه اطرافش اضلاع قائم و مقابل زاویه قائمه وتر وتر مربع مساوی با ضلع قائم مربع جمع ضلع قائم مربع این فرمول کیست فرمول فیثاغورس است در مثلث قائم زاویه خب وتر چی سی سی مربع مساوی با ضلع قائم نوبت ای اول است ای مربع ضلع قائم بی بی مربع پس این قضیه فیثاغورس است آل امیر اوجه میبرم امیر اوجه میبرم و در اینجا نوشته کردیم که اینمی از لای ای و بی و سی را ای را مربع میکنم ای مربع و بی را مربع میکنم بی مربع و سی را مربع میکنم سی مربع باز هم اینمی ای مربع کس یا را با مربع های مساوی تقسیم میکنم و بی مربع کس ای را با مربع های مساوی تقسیم میکنم و وقتی که سی را هم با مربع های مساوی تقسیم کنیم اینا سیکو کمی ای سی مربع مساوی با ای مربع جمع بی مربع است یک دو سه یک دو سه 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 نو باشه یک دو سه چار یک دو سه چار 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 شانزده نو شانزده بیست پنج از یک دو سه چار پنج یک دو سه چار پنج 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 بیست پنج نو شانزده بیست پنج قضیه فیثاغورس صدق کرد باز هم دوستان گران هرچ و عزیز یک شکل دیگه قضیه فیثاغورس است که همون پشتر که تشریح دادم مثلث قائم زاویه را در نظر میگیرم مقابل قائم وتر است از لای دیگهش از لای قائم است که مربع وتر مساوی با مجموع مربعات از لای قائم یعنی سی مربع مساوی به ای مربع جمع بی مربع اینجا نوشته کردیم که اینمی از لای ای و بی و سی را ما
مرباها جور میکنیم، از زل ایام یک مربا جور میکنیم، اینه از زل بیام یک مربا جور میکنیم، از زل سیام یک مربا جور میکنیم. این ناله در اینجا بسیار با وضاحت دیده میشه. اگر می مربا را در اینجا بیاری مستقیم همینجا بیاری، اگر ای بی مربا را همینجا مستقیم بیاری، بعد از او جایش که خالی میمانه این ای مربا را به این شکل بیاری و دیدی که امو مربا را یعنی سی مربا را پر کرد، یعنی سی مربا مساوی با ای مربا جمع بی مربا شد، سی مربا مساوی با ای مربا جمع بی مربا شد. و قضیه فیثاغورس را باز به با یک شکل دیگه تطبیق میکنیم. این دیگه شما فهمیدین مثلث قائم زاویه است، ای زل ای را مربع میکنیم، بی را مربع میکنیم، سی را مربع میکنیم، سی مربع مساوی به ای مربع جمع بی مربع، اینجا نشته که قبول کردیم. و به یک شکل دیگه امیر جدا میکنیم برای از اینکه خوب بفهم شاگردا، سی مربع را قیچی کرده مساوی به ای مربع جمع بی مربع، یعنی سی مربع مساوی به ای مربع جمع بی مربع. خب در این شکل بسیار خوبش است، اما چون جای خرد بود در تخته ما نتونستم که یعنی این مثلث خرد اوجا بگیرم که تا خوب کار فهمیده شود، کمک کلانتر گرفتمش. قضیه فیثاغورس در اینجا ببینیم که زل ای را مربع کلام، زل ای را مربع کده این مربع زل ای، زل بی را مربع کنم و زل سی را مربع کنم. خب حالا از قسمت نقطه سی کجا زاویه قائم است یگموت رسم کنم، پس این مربع سی مربع با دو بخش تقسیم شد، یکی یکی. آله رنگ ایران می سازم ایران اینا لا این میره که اگر ما محاسبه کنیم نظر بند است این مساحت ازی که تزی مساحت مساوی است، اگر این مربع را ما با این مساحت ازی مستطیل محاسبه کنیم مساوی است. پس از این گفته میتونم که سی مربع مساوی میشه با ای مربع جمع بی مربع، سی مربع مساوی با ای مربع جمع بی مربع، قضیه فیثاغورس در اینجا تطبیق شد. باز هم قضیه فیثاغورس در یک شکل دیگی ما تطبیق میکنیم. اول این مثلث قائم زاویه است که مربع واتر مساوی با مجموع مربع تعداد قائم، سی مربع مساوی با جمع بی مربع. این مثلث اینجا برد و اینجا نوشته کنیم که این هر ضلع مثلث به یک مثلث متساوی از لای دیگه تبدیل میکنم، یکی ایست مثلث متساوی از لای ای، یکی بیست مثلث متساوی از لای بی، یکی سیست مثلث متساوی از لای سی. آره اگر ایر استیک بگویم، ایر استدو بگویم، ایر استی بگویم، قضیه فیثاغورس اینجا تطبیق میشه که استیک مساوی به استدو جمع سه، استیک مساوی به استدو جمع سه. ایر وقت ما خوبتر میفهمیم که ایر محاسبه کنیم مساحت از این مثلث متساوی از لاره چند شده، باز از این مثلث متساوی از لاره و از این مثلث متساوی از لاره مساحت های دو تار جمع کنیم مساوی به این میشه، و شما سعی کنیم که قضیه فیثاغورس بالای از لای مثلث قائم زاویه اگه مثلث های متساوی از لا رسم کنیم باز هم تطبیق میشه. باز هم قضیه فیثاغورس در یک شکل دیگه
میتونیم تطبیق کنیم و این اول مثلث قائم زاویه که در این مثلث قائم زاویه یعنی قضیف زهورتی است که مربی و تر مساوی با مجموع مربعات از دیگر سی مربع مساوی به مربع جنبی مربع این اینجا میبینیم امی مثلث اینجا انتقال میتیم در اینجا گفتیم که از لای A و B و C را یعنی باعث یک قطر نیم دایره فکر میکنیم اینال اینمی قطر یک نیم دایره است اینمی زل وطران قطر یک نیم دایره است این زل قائم دگام قطر یک نیم دایره است قضیف سوگوس اینجا تطبیق میشه که مساحت اینمی نیم دایره اس یک مساوی میشه با مساحت نیم دایره اس دو جمع مساحت نیم دایره اس سه یعنی اس یک مساوی با اس دو جمع اس سه یعنی اگر از لای قائم یعنی باعث قطر نیم دایره ها شود باز هم قضیه فیثاغورس اینجا تطبیق میشه اس یک مساوی با اس دو جمع اس سه دوستای گران هرچ باز هم قضیه فیثاغورس در نظر میگیرم در کدام مثلث در مثلث قائم زاویه این فرمول است که قبلا گفتم مربع وتر مساوی با ضلع قائم مربع جمع ضلع قائم مربع این دیگه مربع وتر یعنی سی مربع مساوی میشه با ای مربع جمع بی مربع ای اس خب حالا میرم این مثلث ای جمع میبرم از ای ضلعش یک پای زیلی رسه میکنم یعنی عمق کی است ایرام ایرام ای کلش مساویز پنج زیلی منظم است و از این زل قائمه مثلث قائم زاویه یعنی هم یک پنج زیلی رسه میکنم و از این زل مثلث قائم زاویه یک پنج زیلی منظم دیگر رسه میکنم یا پنج زیلی منظم است یا پنج زیلی منظم است یا پنج زیلی منظم است اگر ما محاسبه کنیم مساحت از این پنزلی ای یک مساوی میشه با مساحت پنزلی ای دو جمع مساحت پنزلی ای سه اگر ای دو تا را یک جای کنیم این مساحت را میده یعنی ای یک مساوی با ای دو جمع ای سه و ما یعنی براتون بگویم که پنزلی است در شیزیلیام صدق میکنم و در ایزیلیام بازور ما در مدل های چوبی براتان نشان میتونم همین چیزهایی که در قضیه فیثاغورس ما تشریح دادم اینمی کل زیر مدل های چوبیش ساختیم انقریب او را هم براتان عملا نشان میتونم دوستای گران هرچ ما این تامی قسمت با شکل اشکال برتان مشارک تشریح دادم و درس بعدی ما اشکال با شکل مدل ها یا اشکال چوبی است که در او خوبتر خواد فامیده در پناه ازده متعال باشید.